مدرسه ها شروع شد. فصل مدرسه که میشه باید یه کیسه پول همراهت باشه و کلی هزینه کنی، اما میتونیم جلوی یه سری از هزینه ها رو خودمون بگیریم. حتی اگه خیاطی بلد نیستی بهت یاد میدم که کلی مدل های مختلف جامه دادی بدوزی و یا حتی میتونی باش درآمدزایی کنی. پس اگر از اکسپلور همراه ما هستی یه سر به پیج بزن و موندگار شو، چون قراره کلی جامه دادی با هم دیگه یاد بگیریم. در مرحله اولیه الگو بکشید به ابعاد 32x32. حالا الگومون رو از وسط تا می‌کنیم و خطتای وسط رو پیدا می‌کنیم، علامت می‌زنیم و بعد مجدداً از سمت راست و چپ کارمون رو تا می‌کنیم به روی خط وسطی که ما تا زدیم و علامت زدیم، به این شکل تا کردیم. حالا یه مستطیل به ابعاد 5x4 هم جداگانه برش می‌دیم و در چهار گوشه این مستطیل کوچیکمون رو می‌ذاریم و می‌کشیم. نهایت این چهار طرف رو با قیچی برش میزنیم. خب الگوی ما شد همینی که میبینید. پارچه اصلی میندازیم و برش میزنیم. من از برزنت پشت فومدار خارجی استفاده کردم که توی پیج خرازی خودمون موجوده. برای پارچه آستر داخل کار من از دو تا مستطیل به ابعاد 32x17 استفاده کردم که رو هم دیگه میندازم و میخوام خط وسط رو دوخت بزنم به جزء حدود 5 الی 6 سانت که باز میذاریم که بتونیم کلا کارمون رو از این قسمت برگردونیم. حالا الگو رو روی آستر قرار میدیم و دقیقاً مطابق الگو آستر رو هم برش میدیم. اینجا از 37 سانتی پیمتری استفاده کردم که سرزیپ هم انداختم. نحوه سرزیپ انداختم توی یه ریلز جداگانه بهتون آموزش دادم، توی استوری ها مجزا بهتون میگم، خیلی ساده و راحته. به شکلی که دندونه های زیپ به روی پارچه اصلیمون قرار بگیره روش قرار میدیم و بعد هم آستر رو به شکلی که آستر رو به روی پارچه اصلیمون قرار بگیره قرار میدیم و قسمت بالای کار رو با گریر فیکس کنید و تا انتها به هم شکلی که توی ویدیو میبینید. سلام، سونیا امیدی هستم، مدرس دوختای فانتزی و مؤسس برند هنری گیلوز. اینجا کانال یوتیوب ماست و اگر به هنرهای دوختی فانتزی علاقه من هستی حتما کانال رو سابسکرایب کن که با آموزش‌های جدید مطمئنم غافلگیر میشی. راستی یاد نره زنگوله رو فعال بکنی که بعد از آموزش‌ها سریع به شما خبر داده بشه. دوخت بزنی. بعد از دوخت کارم رو برگردوندم و روی در واقع پارچه اصلیم رو هم دوخت رفتم. حالا برای سمت بعدی که میخوایم به زیپ متصل کنیم دقت کنید که من چه کار انجام دادم. پارچم رو آوردم روی زیپ قرار دادم و دقت کنید که در واقع مماس پارچه زیری باشه. روی زیپ قرار میدم. حالا کارم رو برمیگردونم، آستر هم میارم رو به روی آستر که در واقع پشت زیپ من باشه و به این شکل این دوتا ستا تیکر رو زیپ، آستر و پارچه اصلی رو با گیره فیکس میکنم و میندازم زیر چرخ و دوخت میزنم. حالا کارمون رو به این شکل برمیگردونیم، خب که در واقع پارچه اصلی و زیپش روبروی پارچه زیری بیفته. خب روبروی هم قرار میدیم، آستر رو مرتب میکنیم و آستر بالایی رو هم، ببینید این قسمت رو میگم، روبروش قرار میدیم. کامل این سه تا تیکر رو هم دیگه فیکس میکنیم، گیره میزنیم و بعد قسمت پایین هم همین کار رو ما انجام میدیم و بعد این دو قسمت بالا و پایین این رو دوخت میزنیم. اگر از اکسپلور ما رو تماشا میکنی حتما یه سر به پیجمون بزن و تمام لوازم دوخت کیف و کوله پشتی رو توی پیج خرازی خودمون موجود داریم. بعد از اینکه بالا و پایین رو دوخت رفتیم، اضافات زیپ رو هم برش میزنیم. حالا به اینجا دقت بکنید که من چی کار میکنم. به این شکل گوشه های کار رو باز میکنیم و بعد در واقع هم خواهیم حجیمش کنیم. آستر رو هم دقیقاً مثل پارچه اصلی باید باز کنید، روبروی هم دیگه قرار بدید و در واقع پارچه اصلی و آستر رو مماس هم دیگه با گیره فیکسش کنید و در هر چهار طرف باید بدوزید. دقت کنید و هر چهار طرف رو به همین روش با دقت بدوزید. پس ما میخوایم روی در واقع جامه دادیمون حجم ایجاد بکنیم. باید کار رو باز بکنیم، روبروی همدیگه قرار بدیم و بعد آستر و این چهار طرف رو به این شکلی که میبینید باید به همدیگه دوخت بزنیم. بعد از اینکه هر چهار طرف رو دوخت رفتیم، تنها قسمت باز کار آستر کارمونه که وسطش رو باز گذاشته بودیم. حالا از این قسمت باز آستر تمام کارمون رو یواش آهسته برمیگردونیم. به همین راحتی یه جامه دادی یا کیف بهداشتی دارید که هیچ جای دوختی داخل کار مشخص نیست. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. راستی یادتون نره سیوش کنید که گمش نکنید، برای دوستاتون بفرستید چون مطمئنم لازمشون میشه و اینکه یه سر به پیجمون بزنید، مطمئنم خوشتون میاد از آموزش‌ها.